در 27 جولای سال 1980 پادشاه فقید از دنیا رفت در بیمارستانی در کایرو در شرایطی که خانم فرح دیبا در کتاب کوهندیار یک رمان نوشته راجب مرگ شاه و ماجراهای دوره بیماری شاه فقید و سعی کرده نقش یک زن فداکار و از خود گذشته یک مادر مهربان رو بازی کنه حقیقت طور دیگه ای بود وقتی که شاه در بیمارستان بستری بود و حتی قبل از اون زمانی که در پاناما بودن خانم فراهدیبا دنبال ایشونوش و, نوش و خوشگذارینی های خودش بود به حدی که حقیقتا این رو چه پسر خاله خودشون احمد علی مسعود انصاری در نوشته هاش ذکر کرده و چه آقای اردشیر زاهدی که با بیانی خیلی محافظه کارانه تر در کتابی که نوشتن از آخرین دیدارشون با پادشاه فقید اینطوری گفتن که در بیمارستان زمانی که شاه فقید بستری بود بسیاری از پزشکان خصوصا در آمریکا وقتی بستری بودند به دلایل مختلف پیرامون شاه حلقه می زدن یک ویزیت بیمنی می کردن و بعد هم پولهای زیادی از شاه با عنوان حق و زحمه می گرفتن. و شاه هم چاره ای نداشت برای اینکه بتونه راه مداوا بشه مجبور بود که به هر این پولهایی رو که طلب می کردن پرداخت کنه به گفته آقای اردشیر زاهدی بعد آقای ارتشیر زاهدی در یک قسمت دیگه ای از کتابشون میگن که وقتی که پادشاه از به عملشون از اتاق عمل اومدن بیرون در شرایطی که تمام آزمایشانشون میداد که تحال ایشون بزرگ شده و باید تحالشون رو به بر برمیداشتن به جاش دکترا کیسه سفرای شاه را درآورده بودند و در این هنگامه بود که خبر آوردن آقای فریدون جوادی یعنی معشوقه خانم فرح دیبا موفق به خروج از ایران شده و از طریق ترکیه خودشو به نیویورک رسونده البته میدونید اینا هزینه های میلیونی یکی خانم فرح دیبا از پول دزدیده شده یه مملکت برای معشوقه خودش حتی آقای رضا قطبی پسردایی خودش هزینه کرده بوده برای خارج کردنش از کشور بعد ایشون آقای اردشیر زاهدی اینطوری می‌نویسن که وقتی خبر آوردن فریدون جوادی موفق به خروج از ایران شده و خودش از طریق ترکیه به نیویورک رسونده از اونجایی که فریدون جوادی از دوستان نزدیک شهبانو بود به بیمارستان اومد و اومدن اون سبب شد شهبانو از تنهایی و افسردگی خارج شه. فریدون ماننده یک خدمتگزار صدیق در بیمارستان در جوار شهبانو باقی موند و من مجبور بودم برای رسیدگی به امور شخصی یه خودم به واشنگتن برگردم و با اجازه علیه علی حضرت نیویورک را ترک کردم و دیگه ایشون را ندیدم و آخرین دیدار ما در زمان حیات شاه فقید بود و ایشون اشاره میکنن که بعد از فوت ایشون به قاهره رفتن و و مسائل که حالا الان جاش نیست بهش بپردازیم و در مورد باز شهبانویی که خیلی فداکار بوده و تو کتابش نوشته که چه ها و چه ها نوشته و ادعا میکنه که در روزهای پایانی شاه همش کنار ایشون بوده در حقیقت چه شهبانو چه پزشکانی که مداوا میکردن ایشون رو نه تنها به فکر مداوای شاه نبودن بلکه به فکر تصریح مرگ ایشون بودن چه بسا که مشکل آمریکا از نظر سیاسی در دوره انتخابات در مورد گروگانگیری ها بود و ما میبینیم که در 27 جویه جول 1980 از دنیا میرند و مابقی گروگان ها چون چند تا از گروگان ها پیشتر آزاد شده بودن به دلایل مختلف که یا زن بودن یا سیاپوس بودن و اینا ولی ما بقیشون در بیستم ژانویه 1981 یعنی کمتر از چار پنج ماه بعد از فوت شاه آزاد شدن و گروگانگیری به پایان رسید و حالا اگه بخوایم برگردیم دوباره به چه خود خانم فرح دیبا چه دوستاشون باز به گفته آقای احمد علی مسعود انصاری که پسر خالی خانم دیبا هستند که در خاطرات خودشون نوشتن که در مکسیک اما وضع به دیگری در آمده بود و نزدیکان شاه و مخصوصا خدمه شخصیش طاقت نمی آوردن. یک روز الیاس پیش خدمت و ماساژور مخصوص شاه پیش شاه میره و به اون میگه اعلی حضرت این درست است که شهبانو دوست پسر داشته باشد شاه هم طبق معمول سرخ میشه و چیزی نمیگه اما جریان رو با فرح در میون میذاره و فرح هم الیاسی رو بیرون میکنه آفتابی شدن این جریان تاثیرش رو بر روحیه شاه باقی میذاره و مخصوصا غرورش رو جریه دار میکنه البته خانم فرح پهلوی یا دیبا به گفته خاطراتی که از در برنامه های دیگه ای از ملکه مادر خانم تاجر ملوک آیرام رو داشتیم در ایران هم روابطشون با آقای فریدون جوادی به راه بوده و یا حتی دوست پسرهای دیگرشون و روابط دیگرشون ولی به هر حال شاید شاه فکر میکردن که دیگه الان که در پاناما هستن دیگه و آقای جوادی هم نبود اونجا در حقیقت اون زمان شاید خانم فردیبا با یه مقدار با اخلاق و درستتر رفتار کنه ولی اینطور نبود به هر حال شاه هم ظاهرا این گلایه رو که آقای الیاسی کرده پیش خدمت مخصوص به فرح خانم میرسونه و فرح خانم هم ایشون رو سریع اخراج میکنه آفتابی شدن این جریان تل یعنی این جریانات و مسائل بی اخلاقی های خود شهبانو و یا دوستایی که دور برش داشته باعث میشه که شاه هم به گفته آقای احمد علی مسعود انصاری از نظر روحی خیلی جریه دار بشه و باز به پیشبینی ایشون شاید در تشدید بیماری شاه هم بی تاثیر نبوده اما از یه طرف دیگه آقای احمد علی مسود انصاری میگه که این روابط بعدا هم حتی با آقای فریدون جوادی به حدی بود که وقتی که شاه در بیمارستان معادی قاهره بستری و در حال مرگ بود و هر روز جراحی های مختلفی میشد و که همشون هم اشتباه بود و اینا آقای جوادی و فره خانم شبها در اتاق انتظار خصوصی بیمارستان با هم به سر می بردن. به این ترتیب که اتاق انتظار انتظار دو قسمت داشته اتاق خواب که فرح در اون میخوابید و تنها درش که به یک اتاق دیگه باز میشد که جوادی در اون میخوابید و خب با بستن این در کل این محبته میشد که یک اتاق بشه و هر دوی اینها به گفته آقای انصاری در یک فضا میموندند و میگه که راستش رو بخواهید این خلاف انتظار هم نبود زیرا خود من هم از مدت ها قبل اساسا از جریان های خلاف اخلاقی یه شهبانو اطلاع داشتم و شاهد بودم و بسیار کلافه شده بودم مخصوصا در مکسیک که خدمه شاه میدانست شاه میدانستند من از جریانات چقدر ناراحت هستم همیشه پیش من گله و شکایت میکردند که در اینجا دوستان زن شهبانو دست به کارهایی میزنند که آبروی ما میرود من هم بالاخره یک روز تاقت نیاوردم و ماجرا را با فرح خانم در میون گذاشتم و گفتم خانه شاه و حرمت دارد و برای حفظ حریم این خانه به دوستانتان بگویید جلوی خودشان و کارهایشان را بگیرند اما با کمال تعجب ایشان جواب دادند اینها اختیار پایینترنی خودشون را دارند و به کسی مربوط نیست و همین خانم شهبانو از تعلمات و با اینکه در حتی مرگ تصویر مرگ پادشاه فقید نقش بسزایی داشته و به همون ما، با همون معمولیتی که داشته بود بالا سر شاه موند تا به اصطلاح کار تموم بشه و این آوارگی و ندادن اجازه ورود به آمریکا و کشورهایی که به خاطر جمهوری اسلامی چه شاه چه فره رو راه نمیدادن و بچه ها به قول ایشون پریشان بودن و اینا خوشا باید از دنیا میرفت تا خانم فرح پهلوی و بچه هاش به راحتی بتونن زندگی کنن و این خانم در کتاب کهندیار خودشون میگه که از همان شب که همسرم به طور ناگهانی در اقما فرو رفت به طور ناگهانی ایشون خودشون و بسیاری از کسانی که پزشکانی که با مشورت خانم دیباد میگم نه برای درمان بلکه برای مرگ شاه داشتن دستیسه چینی میکردن میدونستن که نهایت شاه از میون باید بره برای بقای ما بقیه خانواده خانواده خانم فرح دیبا در کتاب کهندیار اینطوری می‌نویسه نویسه که پادشاه دو تا نفس کوتاه و سپس نفس عمیقی کشید و آنگاه خاموش شد همه چیز تمام شد لحظه ای دراز همه حیران و بهت زده به هم نگاه کردیم آنگاه والا حضرت اشرف به من گفت چشماش رو ببند من چشمان شاه رو بستم بعد کیسه محتوای خاک ایران و دعاهایی را که زیر بالش او گذاشته بودند را برداشتم این دعاها را در سراسر زندگی در داخل یک کیسه پارچه ای با خودش داشت آنگاه دکتر لوس... لی... لوسیا پیرنیا حلقه ازدواجمون را از انگشت شاه در آورد و این حلقه را به من داد و از اون روز به بعد در کنار حلقه خودم به انگشتم دارم واقعا ببینید وقاحت رو ولی در شرایطی که وقتی شاه فقید با مرگ دست به گریبان بود خانم فرح خانم در اتاق بغلی با معشوقه خودشون آقای فریدون جوادی لاس می زدن یهو یه این نوشته ها در مورد مرگ شاه و اینکه ایشون انگشتر حلقه شاه رو هم که از انگشتش در دست خودش می ایشون اینطوری تو کتاب می نویسه که خبر مرگ او افرادی رو که اغلب آنها ایرانی بودند و در راه رو انتظار می در غم خاموش فرو برد البته همه در غم بودن به غیر از خانم چرا چون به هر حال می دونست رو انجام داده اینطوری می نویسه که علا حضرت ما را ترک گفت و دیگر در میان ما نیست اما نباید شهامت خود را از دست بدهیم و لازم است در راهی که او برگزیده به مبارزه ادامه دهیم اینطوری می نویسن که سپس به زندانی خودم لوئیس که در پاریس اقامت داشت تلفن کردم نمیخواستم که او از طریق رادیو از این خبر آگاه بشه حال می خبر مرگ پدر رو به لیلا و علیرضا که در کاخ قبه بودند هم بدهیم به محصه رسیدن به قصر حضور رئیس جمهوری همسر و دخترش ما رو سخت متاثر کرد هر سه نفر اونجا بودن تا زودتر از دیگران محبت و دلداری خود رو که از ابتدای تبعید ما از ما دریغ نکرده بودند بار دیگر تاکید کنند چنانکه پرستار لیلا تعریف میکرد لیلا به محض بیدار شدن به اتاق علی رزا که با اون به اتاقش نزدیک بوده میره و در همونجا این خبر رو از زبان پرستارش میشنوه که پدرتان با فرشتگان در آسمان است و چند دقیقه بعد لیلا رو دیده بوده که در اتاق خود بدون گری و زاری در حال آماده کردن لباس سیاه بود قدرت اون که تنها شب رو به صبح برسونم نداشتم تا چه حد ما باید باور کنیم به این حرف خانم شهبانو و از بچه ها خواستم در کنارم بمانند من فکر کنم این حس گناه بود که میدونستی در حق این بچه هام چه کار کردی و چطوری اونا رو بی پدر کردی رضا و فرهناز و لیلا فورا, فورا اومدن ولی علی رزا ترجیح داد با غم خود تنها بماند چرا؟ چون علی میدید و حس میکرد بچه ها حس کنند که کدوم مادرشون یا کدوم پدرشون خیانت میکنه به اون یکی و چه دستیسه های پشت پرده بوده بعد از مراسم تشی جنازه شاه در پرجم مرداد سال 1359 می نویسه خانم در کتاب کهندیارش و یعنی دو روز پس از فوت پادشاه فقید البته ایشون اینطوری میگه که پیکر او به کاخ آبدین منتقل شد در آغاز مراسم سرود شاهنشاهی نواخته شد ما همگی از شنیدن این سرود منقلب شدیم زیرا این نخستین باری بود که بعد از ترک ایران اون رو میشنیدیم سپس پیکر پادشاه رو که همراهی میکردن از قصر آبدین در گرمای سوزان به سوی مسجد الرفاهی بردند همسر من در آنجا به طور موقت به خاک سپرده شد میدانید که در کشورهای مسلمان رسم بر آن است که زنان در پی تابوت حرکت نکنند اما من در این مورد پافشاری کردم <تصفح> لابد نگران بوده که شاید نمرده باشه شاه و خواسته خانم شهبانو مطمئن بشه که حتما توی خاک بذارنشون را. ایشون میگه پافشاری کردم و رئیس جمهوری مصر به مامورین گفت ما به میل فرح رفتار خواهیم کرد پیکر و پادشاه رو بر عرابه توپی که, چند، که توسط چند از پرکت می قرار دادن و پرچم شاهنشاهی رو, رو روی تابوت کشیدن در طول راه جمعیتی عظیم جمع شده بود و فریاد لا اله الا از هر طرف به گوش می رسید ما در صفحه اول قرار داشتیم دست راست من لیلا با پیرهن سفید و فرهناز و علی رضا قرار داشتم و در سمت چپ من ریچارد نیکسون و رضا حرکت می کردن. رئیس جمهوری مصر و جهان سادات و برادران پادشاه غلام رضا عبدالرضا احمد رضا با ما بودند. چند تن از دوستان وفادار پادشاه یونان کنستانتین و همسرش آنماری شاهزاده ویکتوریا امانوئل و سفرای چند مملکت هم دنبال ما بودن ایشون در ادامه اینطوری میگه که اما در اون لحظات اندوه و ازدهام کسی به فکر پسر چهارده ساله من علیرضا نبود او با لحنی جدی به یکی از طرف اطرافیان خود گفت میخواهم به آنجا بروم رفت و جایگاه آرامیدن پدر را به چشم دید بعدها پزشکان به من گفتند که دیدن محلی که پدرش در آن آرمیده برای روحیه او اهمیت داشت بعد در همین کتاب خانم فرح که در حقیقت از یک یا شاید دو سال پیشتر در زمانی که از اوایل 56 یا حتی اواخر 1155 در همه امورات کشوری دخل و تصرف و دخالت میکرد ایشون در ادامه نوشته هاش در کتاب کوهندیار نوشته که بالاخره بعد, بعد از فوت پادشاه سه ماه به بیست سالگی رضا پسرم مونده بود سنی که وی طبق قانون اساسی میتونست جانشین پدر شه من در این در طول این سه ماه نیابت سلطنت را به عهده داشتم یعنی توی کشور تبعید نیابت چه سلطنتی رو خانم به زودی دریافتم که این کلمه مفهومی خاص دارد از افرادی ببخشد از فردای روز خاکسپاری حفظ ای که پادشاه شبکه های مقاومت در ممالک مختلف ایجاد کرده بود بر من بود تا زمانی که شاه زنده بود و خیلی خیلی پیشتر از اون شما خانم شهبانو روابط شاه رو با تمام نظامی ها و ارتشی ها قطع کرده بودید شاه رو ایزوله کرده بودید حالا میخواید بگید که سه ماه مونده من به این به صلاح قدرت صاحب این قدرت شدم که به اصطلاح این روابط رو ایجاد کنم یا حفظ بکنم بعد اینطوری در دنباله نوشته که تقاضاهای ملاقات روز بود الهی خسته می شده دیگه وقت نمی با فریدون جوادی یه نفس راحتی بکشه وقتی که دیگه نه بیمارستانه نه مجبوره که تظاهر کنه که شاه هست و دنبال شاه باشه همه این اشخاص وزرای قدیم مسئولون سیاسی افسران و یا افراد مبارزی بودند که تبعید رو برای مقابله با رژیم برگزیده بودند خواستار ملاقات با من بودند. میخواستن پیشنهاد هایی بدهند از عقاید من آگاه بشن آخه تو سواد سیاسی چه بود که عقاید تو مطرح باشه و یا کمک من رو برای انجام ترهی بخواهند در اون زمان از اینکه فرصت سوگواری به من ندادند از آنها گله داشتم چه سوگواری شما خودت خواستی شاه بمیره حالا نقش یک زن سوگوار را هم خواستی بازی کنی به بهانه سوگواری لابد میخواستی میگم یه تور فرانسه و اروپا با این برون بر بری با فریدون جونت بعد اینطوری می که اما پس از تفکر به این نتیجه رسیدم که پشکار و شور آنها مرا از ناامیدی عمیق آن روزهایم نجات داد وای 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 مهمترین گروه های مقاومت در فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا تشکیل شده بود اما گروه های نیز در آلمان و خصوصا در ترکیه فعالیت داشتند هر یک از مسئولین عقیده درباره چگونگی مقاومت داشتند و مایل بودند پشتیبانی منو جلب کنند بعضی ها تقاضای ملاقات محرمانه میدادند تیمسار خصوصا تیمسار اویسی آقای بختیار آقای موئینیان خانم عزیز آقای موئینیان که شما به خاطر جابجا کردن اموال شاه به حساب خودت قبل از مرگ که در همون زمانی که در پاناما بودی با ایشون ملاقات میکردید که بعد از اون لابود باز برای تتمه چیزی که باقی مونده بود و نتونسته بودی دست اندازی کنی با ایشون دیدار میکردی با بسیاری از مبارزین در همه ساعات روز و شب مذاکرات تلفنی داشتم گاهی مجبور بودم تا دوست دو, یا سه صبح برای تلفن به آمریکا انتظار بکشم الهی چقدر زندگی سخت و مشقت باری این همه سختی رو به خاطر مملکت کشیده شاه چی فرح خانم این گفتگوها غالبا دشوار و خواسته کننده بود می‌بایست عقیده خود را درباره بعضی از مسائل بدون اینکه اطلاعات کافی درباره طرحها داشته باشم ابراز کنم هرچند تعداد ما در آغاز کار زیاد نبود اما میبایستی مبارزه را ادامه دهیم رئیس جمهوری مصر با بزرگواری همیشگی خود از من خواست تا هنگامی که مایل باشم در کاخ قبه بمانم و در یکی از جناهای این در انتهای یک راه روی طولانی دف... اولین دفتر کار خودمون رو تشکیل دادیم میبایست فعالیت های پراکنده ایرانیان در تبعید رو متمرکز میکردیم و سازمان میدادیم به زودی از همکاری خانم جوانی به نام لیلا فولادوند برای اداره دبیرخانه و همکارش لیلیان ریستاک برخوردار شدیم هر دوی آنها کار و زندگی خود را رها کرده همه وقت خود را در اختیار ما گذاشتند سپس یک روزنامه نویس فرانسوی و دستیارش ماری کریستیان برای کمک به روابط عمومی ما ملحق شد و برای پذیرایی از کسانی که مایل نبودند در قاهره دیده بشن دولت مصر به من اجازه داده بود از آپارتمانی که در چه دقیقه ای کاخ قبه قرار داشت استفاده کنم همه این رفت آمدها در گرما و هیاهوی پایتخت مصر تا قد فرسا بود وای که این خانم شهبانو چقدر زحمت کشیده واقعا برای مملکت ما هیچ خبر نداشتیم یعنی من به شخص خبر نداشتم شاید کسایی که این کتاب رو خوندن داشتن و خیلی هم دلسوزی کردن با فرح خانم من در اون دوران تحت عمل جراحی دردناکی قرار گرفتم و علا رقم دردهایم سخن سخنان بازیت کنندگانم را هم میشنیدم حالا تحت چه عملی قرار گرفته بوده لابد پسرم رضا در این مذاکرات شرکت میکرد زیرا میدانستم به زودی او به تنهایی مسئولیت هماهنگ کردن ابتکارات مختلف ایرانیان در تبیید را به عهده خواهد گرفت و همینجوری مینویسه و مینویسه خلاصه که این خانم شهبانو در این کتاب کوهندیار از همه چیز نوشته به غیر از خیانتش به شاه از همه چیز نوشته به غیر از بی اخلاقیاش از همه چیز نوشته به غیر از اینکه چطوری شاه رو ارتباطش رو با ارتشی ها نظامی ها و کسانی که به موقع میتونستن کاری انجام بدن قطع کرده بود و من واقعا یک پیشنهاد به خانم فرح دیبا دارم به جای اینکه در طول 44 سال گذشته به دفاعات در سال روز در گذشته شاه یا به اصطلاح به قطر رسوندن شاه ایشون به خاطر اون عذاب وجدانی که حس میکنه پامیشه مخصوصا در این چند سال اخیر به نظرم بیشتر به صورت دائم میره میره به مصر و این همه هزینه میکنه یا یه منبعی درآمدی شاید هست براشون که تلکه میکنن سلطنت طلبا رو اینا رو و این همه به هر هایی که چه سلطنت طلبا میکنن چه خود این فرح خانم میکنه تمام این هزینه ها رو اگه واقعا به فکر ایران هستن نه اینجور خودنمایی و اصراف ها و بی بیخودی این ها رو هزینه بکنن بدن به کسانی که واقعا یا سازمانهایی که میتونن و میخوان کاری انجام بدن برای آزادی ایران برای همون اهدافی اه اه که به اصطلاح ایشون هم به مقش داشته و من پیشنهاد دوممم به خانم فرح دیبا اینه که یک مقدار قبل از مرگ با وجدان خودشون صادق باشن و حقایقی رو که هیچ وقت ننوشتن و نمی نویسن و نخواهن نوشت رو به زبون بیارن این خانم در آه... کتاب بسا در پایان آه... کتابش اینطوری نوشته که اگه از ذکر بعضی نام بعضی شخصیت ها به خاطر حمایت از اونها خودداری کردم یقین دارم اونها به این موضوع توجه دارن و ایرادی بر من نخواهند گرفت تنها نامی که تو این کتاب ایشون قایبه نام فریدون جوادی و ارتباطش و حضورش در زندگی خانم فرح دیبا چه قبل و چه پد از فوت نگذشته پادشاه فقیده و خب قطعا هم ایشون ایرادی به شما نخواهند گرفت خانم دیبا چون که میدونن شما این شهامت رو نداری که بیایی و در مورد این بخش آلوده زندگیت و از خیانات خیانت هایی که به شاه و کشور و مملکت کردی صحبت کنی.